پادی چوپان، قهرمان مستر المپیا و یکی از بزرگترین و افتخار آفرین ترین ورزشکارای ایرانی. حالا براتون سوال پیش اومده که وقتی یه وعده آزاد یا یه چیت میل داره چی میخوره؟ تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم. ولی قبلش تمرین پا. Let's go. شاید برای خیلیاتون این سوال پیش بیاد که چرا دارم تا ته میرم پایین. خیلی از بدنسازای دیگه، خود هادی چوپان رو اگه نگاه کنید، دایره حرکتی تمریناش همیشه رنج آف موشن کامله، یعنی حرکت کامله میشینه. این باور که اگه برید پایین زانوتون آسیب میبینه اینا، برای کسایی که از قبل آسیب دیدگی زانو دارن. بردم بسه منی که شما میبینید همینم. خیلی دوست دارم هفته یه بار دوربین رو بردارم، وصلش کنم به لایف زنده از خونه که راه میفتم، تا بیام باشگاه تمرین میکنم یوتیوب لایف با هم دیگه باشیم، صحبت کنیم، سوالاتونو جواب بدم. اگه این چیزی که بهش علاقه دارید هفته یه بار لایف بریم، حتما تو کامنت ها برای من بنویسید، حسابی بنویسید، کلی انرژی بدید، چون برای اینکه با این کیفیت دوربین ها بتونم وصل کنم خیلی کارا باید بکنم که بتونم لایف بیام تو یوتیوب. ولی کار شدنیه، کار نشد نره. راست بگم من خودم این احترامو نداشتم قبل اینکه خودم برم واسه مسابقه بدنسازی، ولی وقتی که رفتم اون بدبختی ها رو کشیدم، اون زحمت رو کشیدم، واقعا تصورم عوض شد. من ویدیو یه روز زندگی مثل هادی چوپان رو وقتی گرفته بودم که اصلا بدنساز نبودم، ولی الان که بدنسازم تازه میفهمم که این بشر عجب انرژی داره. چون من روز آخر مسابقه بدنسازی خودم حوصله هیچی نداشتم، ولی هادی چوپان میره تو کنفرانس ها با مردم صحبت میکنه، سوالای مردم رو جواب میده. الان هم این سری هم که یکی فکر کنم بهش چرت و پرتی گفته الان خیلی وایرال شده و اینا، ولی فکر کنم مثلا یکی به من اونجا تو نشسته باشم با بقیه بدنسازا تو اون وضعیت بیاد یه حرف چرت و پرتی بزنه، نمیخوام بی احترامی کنم، ولی مثلا اگه یه موز جلو باشه موز رو برمیدارم پرت میکنم زارت میکوبم تو کله یارو. شادم نکنم، شادم بکنم. کار پا میکنی میری بالا دیگه، ولی هایم های همش نمید موادی باشی که هایشی، با ورزش هم میشه هایشون. من هایم. بریم حرکت بعدی. بچه ها پام ترکیده شک، از سبک زدن خجالت نکشید، یا آسیب باید بزنید یا با فرم بد باید بزنید یا سبک رو درست بزنید. انتخاب من انتخاب سومه. یک دو هیچ تمرین بدنسازی بدون فیگور گرفتن فایده نداره. بهتون پیشنهاد میکنم شما حتی اگه بدنتون اونجایی هم نیست که دوست دارید باشه، فیگور گرفتن رو تمرین کنید تو آینه. با خودتون رو تو آینه دیدن، کیف کردن با خودتون عادت کنید. فیگور بگیرید هم بابت مایند ماسل کانکشن میتونه بهتون کمک کنه، اینجوری که آرش به من گفته، دیکی به من گفته، و هم برای اعتماد به نفستون خوبه. حالا بیاید هیکل رو در حال حاضر ببینید. What's your favorite cheat meal? خب ایرانی باشه خارجی باشه، اول آمریکایی، for American first. Burger. Burger. Do you like cheeseburger or paneer? Double the cheese. دو تا گوشت با دو تا همچین. غذا ایرانی. Which is your number one Persian dish that you like? خب غذا ایرانی همش خوشمزه هستن. اونایی که غذای ایرانی رو خودم خودشون بدونن چه غذیله و خوشمزه درست میکنن. از بین غذای ایرانی من زیرش کلو با مرغ دوست دارم. مرغون باشه. خب غذای آمریکایی داریم، غذای ایرانی. غذای آمریکایی رو می‌خوایم توی خونه درست کنیم، غذای ایرانی رو بیرون بکنیم. جدتون غذای آمریکایی نشون بدید. بوم. یه چیز توی فروشگاه دیدم بهتون نشون بدم کف کنید. حس بزنید این چیه؟ سیب زمینی شیرین. این سیب زمینی اسم درخته.
با اره برقی باید اینو رس کنید. اینو گرفتم خیلی باش بغلش داشتم رد میشدم دیدم گفتم اینو حتما باید بیام به سامین نشون بدم. یکی گرفتم ولی الان نیازی بهش ندارم. بچه‌ها سامین نمیخواد تو ویدیو باشه. یه لحظه من باید ریاکشنش رو این بین نشون بدم. پولی فیک بریم برگر دوبل آمریکایی درست کنیم. خوراک من برگر درست کردنه. حاضر که شد همه رو بهتون نشون میدم. برو بریم. یه اشتباه کردم. سر و تش رو اشتباه رفتم. مهم نیست. بچه ها قبل اینکه این همبرگر رو سرهم کنم بیاید بهتون بگم که این چند کالری داره. 980 کالری. هر کدوم از این گوشتایی که این تو گذاشتم 320 کالری. دو تا لایه پنیر چدار گذاشتم که 120 کالریه، 180 کالری نونشه، 40 کالری میخوایم مایونز بذاریم، این تیش کالری نداره، 70 گرم پروتئین داریم، 40 گرم کربوهیدرات داریم، 60 گرم چربی. پنیرشو خودم گذاشتم. بحث برگر اینه که کالری زیاده ولی منو سیر نمیکنه. اه پیازم یادم رفت گرم کنم. همه چی قاطی شد. دوست زیر مکفه پاهو یادم رفت. کم زیاد شد سس مایونز. خیارشو بگیم نه خیارشو گاوی. واو خیارشو هر یه دونه خیارش به اندازه 15 تا خیارشو رو برم بودیه. یه ذره گشنیز و جعفری با اینکه برگر آمریکایی یک حاله از فرهنگ ایرانی رو بهش اضافه کنم. این هم باز کنم که اینجا خیلی به هم ریخته نباشه. ببین چرا تمیز کار میکنم. سامین گذاشت رفت از خونه باز که دارم آشپزی میکنم. دیگه بچه هایی که از روز اول منو فالو میکنن میدونن وقتی میام آشپزی کنم صادقی میره. پیاز عالیه. برگر دوبل هادی چوپانی فقط برعکسه. بریم برای گاز اول ببینیم که چطور از فکر کنه. باید با قاشق چنگال خورد چون دیگه خیلی بزرگ شده ولی واقعا همبرگر تو خونه یه حال دیگه ای میده. به از بچه های بدنسازی که من رو فالو میکنن چند تا سوال دارم. کانسپت چیت میل براتون کار میکنه؟ یک هادی چوپان خیلی حساب شده گفت باقید اینکه زرش پلو مامور خواب مرغه میری خیلی نمیتونی بری مثلا نمیگه یه بسته بستنی رو میخورم چون بسته بستنی هیچ ارزشی غذایی برات نداره. این پر گوشت الان پر پروتئینه. شما معمولا چیت میل محبوبتون چیه؟ و دو وقتی که کراتین میخورم با بدنسازان این سوالم همش با برم دستشوی. شما هم اینجوری هستید؟ خیلی بده. عجب برگر شد بچه جاتون خالی. عالی بود. عالی. این یه ذره بره پایین. حتی شما که من میشتستید میدید چرا غذا میخورم. پایین نیاز است بره. میریم برای چیت میل بعدی هادی چوپان. برو بریم. سلام پارسا بفرمایید. سلام میتونم یه زرش پلو با دو تا رون مرغ سفارش بدم؟ بله زرش پلو با دو تا رون مرغ اگه میشه. آها یعنی یه برنج میشه دو تا مرغ. بله. اسم آقای آراد. آقای آراد تشریف بیارید. مرسی. خداحافظ. بچه ها هول میشم رستوران ایرانی زنگ میزنم. اصلا سلامو گفتم خودمو معرفی کنم اول بگم سلام من آرادم زرش پلو میخوام یا بگم زرش پلو بیکاز زنگ میزد رستوران خارجی زنگ میزنم یه هی I would like to do a take out فارسی اصلا یه هول میشم میترسم بیادب باشم بنا اگه این پسر بیادب چی اومده زرش پلو بخوره اینجا وقتایی که به حد مرگ حمله میکنم و اینکه خیلی تو خودمم یک کم سختم برم تو رستوران بشینم غذا بخورم واسه همین امروز هیچ کدوم غذا رو نرفتم تو رستوران بخورم اینم میرم میام خونه خیلی راحت با هم دیگه بخوریم ولی
از این مرحله باید بیام بیرون، یعنی باید بتونم برم بشینم بخورم. آخرین باری که زرش پلو خوردم رو راست بهتون بگم شاید 10 سال پیش باشه، شاید، یعنی شاید هم بیشتر از 10 سال باشه. بریم زرش پلو رو بگیریم بهتون نشون بدم چه زرش پلوی با دو دونه مرغ داریم، کالوریناش هم همه رو در میارم. Let's go. وعده بعدی زرش پلو با مرغ، و برای اینکه میزان کالریش رو بهتون بگم باید بذارمش توی ظرف دیگه. ۶۲۶ گرم داریم ران مرغ میزنیم. نه، 1440 کالری. ممکن اشتباه باشه. شوخی میکنی 1440 داشته باشید؟ فقط مرغش 20 گرم هم برنج بریم. حتی میدید که زرش پلو وقتی بیرون میخرید کره پره قشنگ براتون میزنه، هر کالوری که حساب میکنید مینیمم 500 تا بیاید روش، بچه ها 200 گرم رفتیم رو 300. این وعده غذایی حالی چوپان اگه به این حجم بخوره که شاید بخوره واقعا 1844 کالوریه، 104 گرم پروتئین داره، 88 گرم کربوهیدرات داره، 115 گرم چربی داره. البته در اصل من فکر کنم 2 تا پرس سفارش دارم. چقدرم برنج اضافه اومد؟ واقعا خوشمزه است. من خودم رونه مرغ رو خیلی بیشتر از سینه مرغ دوست دارم. خیلی چیز میده خوبی بود. به نظر شما نفر بعدی کیو بریم؟ سیبامو بریم؟ رونی کولمن رو بریم؟ حتما تو کامنت برام بنویسید. راکو رفتیم، هادی چوپان رفتیم، دیگه چیو بریم؟ برداشتی که انجام دادیم 17000 تا قدم هم برداشتیم. خوبه دیگه باتریتون نبود. وقتی سخت تمرین میکنی نوشیدنی های کم کالری واقعا زندگی آدم نجات میده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. دوست دارید دفعه بعد چیت میل کیو امتحان کنم؟ حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی. تازگی ها کلی بعد ما 3-2-1 قهرمان مستر اولمپیا و یکی از افتخار آفرین ترین ورزشکارا. یه بار دیگه ببینم چه صدامو اینجوری میکنم. تا حالا براتون پیش اومده که این سوالو داشته باشید که این وعده آزادش